آن طرف یک مشت سنگ دل، این طرف یک مشت سنگ، یک مشت دل، یک دل. به نظرتون این اقدام نظامی ایران تنبیه خوبی برای رژیم صهیونیستی بود؟ به هر حال یک گوشمالی کوچولو بود به نظر من. به هر حال ما نشان دادیم که اگر بخوایم نه تنها فلاخن داوود و در واقع اون گنبد آهن، هیچ چیز جلودار ما نخواهد بود. خیر، تنبیه های بزرگتری شده تو را. امیدوارم بشنن سر جاشون دیگه. آره، خیلی دیگه بلبلی نکنن که دیدن چی میشه و چی جوری ها میشه. قطعا همان گونه که ما در گذشته نگاه میکنیم پهلوانانی رو داریم در ایران باستان مثل آرش کماندار که برای حفاظت و حراست از مرزهای ایران، از مردم ایران جانشون و عمر خودشون رو میذارن، دیشب هم دیدیم بچه های سپاه کسانی بودن مثل آرش امروز ما، حاج حسن تهرانی مقدمه، حاج قاسم سلیمانیه، اینها کاری کردن دل مردم ایران خصوصا خانواده شهدا شاد شد. 100% به نظر من این اتفاق مبارکیه و از آن خود در واقع تحلیلگرای سیاسی در کل جهان معادلات نظامی رو در کل دنیا تغییر داده. این اتفاق انتظار تنبیه به این حجم قدرت رو داشتین؟ نه واقعیت، من فکر میکردم یه خورده بازی رسانه‌ای باشه، خودمونم هنرمندیم و فکر میکردیم بخشی شاید رجزخانی و در واقع بازی های رسانه‌ای باشه. اولا فکر میکردم برای چند تا پهباد و این ماجراست و خیلی عجیب غریب نیست. واقعیت اینی که از اون دیماه معروف حاج قاسم جریحه‌دار بودیم و فکر میکردیم قراره یه حمله مثل اون حمله اتفاق بیفته، چون من واقعا اون انتقام رو دوست نداشتم و به عنوان انتقام هم نمیشناسم، ولی این اتفاقی که دیشب رقم خورد، اتفاق دیماه 98 هم تقریبا تونست بشوره ببره تا حدودی. هیچ کس حتی دنیا در واقع این انتظار رو نداشت. ما گفتیم که در واقع شاید یک در واقع گوشمالی کوچولو باشه، هرچند که از نظر ما اینقدر ماشاءالله ما قدرتمند هستیم و توانمند هستیم که ما در واقع توانای انتقام سخت‌تر از این هم داشتیم. تو این ابعاد فکر نمی‌کردم، ولی حقشون بود. آره صادقانه نه، فکر نمی‌کردم، چون در این 75 سال می‌شود گفت این اولین بار در تاریخ اسرائیل یک کشوری، یک قدرتی این گونه بهش حمله کرده. در تاریخ کره خاکی هم نداشتیم با این قدرت پهپادی و موشک‌های بالستیک به یک کشور حمله بکنن. حقیقتاً نه، چون واسه اینکه خب بر اساس گمانه‌زنی‌هایی که توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بود، خب معمولاً این رو در واقع ذریع میداد که شاید این اتفاق نیفته. این حمله به اقتدار نظامی کشورمون چه حسی رو به شما به عنوان یک ایرانی اغلقا کرد؟ ببینید، نه تنها من، تمام نه تنها من و مردم ایران، بلکه تمام ملت‌های آزادی‌خواه جهان احساس غرور کردند که بالاخره یک کشور اسلامی توانست یک تودهنی بزرگ به اسرائیل و صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها بزنه. به هر حال دیشب به هر حال شبکه‌های مختلف تلویزیونی، شبکه 1، 2، 3، 4، 5، 6 داشتن این در واقع اتفاق رو پوشش میدادن. نمی ترسین؟ برای چی باید بترسیم؟ ما تا آماده جنگ داریم، میخوایم بریم جنگ. حس غرور، از قدیم گفتن زدی ضربتی نوش کن، الکی نیستش که بزنی دری. ببین اون لحظه به کنار که خدا خدا میکردیم موشکا به هدف بشینه، اما بعدش خبرهایی که در رسانه‌های غربی رصد کردیم، خوندیم، دیدیم، در کانال‌های مختلف خبری دیدیم، در فضای مجازی دیدیم، اون خبرها رو که میخوندیم یک جنرال امریکایی میومد از حمله خدمت شما عرض کنم قدرتمند و موشکی ایران صحبت میکرد، اون لحظه من بیشتر افتخار میکردم. یعنی این ترسی که تو وجود اینها بود و میدیدم بیشتر حال میکردم صادقانه. بزرگتری حسی که من القا کرد این که نیروهای نظامی ما کارشونو کردن. تو هنرمند چیکار کردی؟ غرور ملی رو کاملا افزایش میده توی وجود تک تک ما همه ایرانی ها و واقعا یه حسی که ما تک تک شهدای مقاومت، شهدایی که به واسطه این رژیم قاصب از دست دادیم، واقعا جلوی چشممون بود. هنرمندان ایران چه پیامی خطاب به رژیم صهیونیستی دارن؟
قطعا ما پای حریت و آزادی بشریت و مردم مظلوم فلسطین و غزه ایستاده ایم. این در واقع دفاع ما دفاع از حریت اسلامی در واقع و کشورهای مسلمان هست. ما تا آخرین لحظه ایستادیم و پای تمام آرمان‌هامون پیرو خون تمام اون شهدایی که پای این انقلاب ریختن هستیم و منتظر اون روز هستیم که انشالله نابودی کامل اسرائیل رو به چشم خودمون ببینیم که حتما به زودی این اتفاق خواهد افتاد. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن نباد. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به تو نامرد اسرائیل به دشمن دهیم.